من دوباره سلام میگم به همه دوستان عزیز که تا این لحظه جوین کردن به جلسه، سایر دوستانم که در آینده نزدیک احتمالاً به جمع ما ملحق میشن. مرسی ازتون، ممنون از خانم شعبانی و آقای شاهرودی عزیز که فرصتشون رو دوباره در اختیار ما قرار دادن با یک جلسه دیگه. این جلسه به نوعی منحصر به فرده، چون ما تا حالا این دو تا موضوع در کنار هم نداشتیم، بحث خونه و اجاره و بحث و مشکلات و بررسی قوانین و حالا اون چلنج ها و چالش هایی که بین مستاجر و صاحبخونه معمولا پیش میاد که تعدادش هم زیاد هست. اتفاقا برای دوستان تازه وارد خیلی جلسه خوبی میتونه باشه که از یه طرف هم با حق و حقوق خودشون حالا تا حدی آشنا بشن، از یه طرف دیگه این که اگر مشکلی پیش اومد، چالشی بین خودشون و صاحبخونه داشتن، به بهترین روش ممکن بتونن اونو حل و فصل کنم. من فقط این توضیح رو بدم که صحبتهایی که اینجا میکنیم راه قانونی و چیز نیست، بیشتر فقط توصیه است، بیشتر تجربیاته و امیدوارم که برای همه دوستان مفید باشه. در خدمتون هستیم. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. آقای شاهرودی و خانم شعبانی عزیز، خب منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. ممنون کاوه جان از مقدمه شما. من یه توضیح کوچولویی بدم و بعد خانم شعبانی شروع میکنه. ما امروز فوکس اصلی صحبتمون روی ملک هایی که رزیدنشیال هستن، بنابراین راجع به اینداستریال و کامرشیال از منظر اجاره و همینطور اختلافاتی که بین مالک و مستاجر پیش میاد صحبت نمی کنیم. برای نکته دوم، این جلسه حکم در واقع کلینیک حقوقی رو نداره، بنابراین ما به همه دوستان توصیه میکنیم در صورتی که هر گونه سوالی داشتن میتونن با سورس هایی که بعد در طول صحبت ما معرفی میکنیم تماس بگیرن و کانفرم حقوقی بکنن. بنابراین این صحبتی که ما امروز اینجا میکنیم هیچ گونه جنبه پیشنهاد حقوقی یا ادوایس حقوقی نداره. اینو میخواستم که اینجا کلیر بکنم. ساختار صحبتون به این صورت هستش که اول خانم شعبانی صحبت میکنن راجع به حقوقی که یک مالک و همینطور یک مستاجر دارن و بعدش من صحبت میکنم در مورد اینکه اگر خدای نکرده بین یک مالک و مستاجر اختلافی پیش اومد چجوری میشه این اختلاف رو هندل کرد و بعدش هم بقیه جلسه در مورد تمرکز میکنم روی پرسش و پاسخ و سعی میکنیم به سوالات دوستان جواب بدیم. خواهشی که دارم اینه که سعی کن دوستان از مطرح کردن کیس های خاصی که اسم مالک، اسم مستاجر و یا آدرس ملک میادش اجتناب کنن، به خاطر اینکه این اطلاعات رو ما از پاسخ دادنش در این محیط عمومی طبیعتا محصول هستیم. خانم شعبانی، ما در خدمت شما هستیم. منم سلام عرض میکنم خدمت همگی. مرسی از آقای شکوری، مرسی آقای شاهرودی از توضیح کاملتون و مرسی از همه که تو این روز به این قشنگی فرصت به ما دادین تا بتونیم در خدمتتون باشیم. همونجور که آقای شاهرودی گفتن، من قسمت اول جلسه رو من در خدمتتون هستم. من اسکرینم رو باهاتون شیر میکنم. خب من سعیده هستم از شرکت ریمکس و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتونم. صحبتام به سه تا بخش عمده تقسیم بندی میشه. اولین بخش اینه که خب همونجور که آقای شاهرودی هم فرمودن، این قوانینی که امروز داریم راجع بهش صحبت میکنیم و بیشتر مربوط به رزیدنشیال هستن. حالا خود رزیدنشیال هم چند بخش میشن که اونا رو تو اسلاید بعدی خدمتتون توضیح میدم و بعد تو قسمت بعدی به طور کلی راجع به تمام حقوقایی که یک مستاجر داره و مسئولیتاشون و در قسمت آخر حقوقی که صاحب خونه داره و مسئولیت هایی که صاحب خونه توی کانادا داره. خب همونجوری که گفتم خدمتون، قوانین رزیدنشیال اکت و کلن لندلورد و تننت بورد روی خونه هایی که مربوط به رزیدنشیال ها، رزیدنشیال ها میتونه شامل خونه های سینگل، سمی دیتچ، آپارتمان و کاندو هستن یا حالت بیسمنت هایی که حالت قانونی دارن و مواردی مثل خوابگاه های دانشگاه ها یا رنتال هایی که
توسط خود دانشگاه یا کالج مدیریت میشن از این قانونا مستثنا، که توی چند تا اسلاید بعدی با هم راجع به سر مطلب صحبت کنیم. خب حقوقی که مستاجر دارن، قسمت اول صحبتمون من اومدم به چند تا بخش کلی تقسیم بندی کردم و چند تا موردش رو که فکر میکنم خیلی شاید خیلی ها سوال داشته باشن اومدم این مقدار باز کردم بحثو و نمیشد که از حوصله هم جمعمون هم از تایممون خارجه که بخوام همه موارد و خدمتون توضیح بدم. به خاطر همین یه چند تا مورد خیلی خاصشو من سعی کردم که بیشتر توضیح بدم. اولین حقی که یه مستاجر داره اینه که یه خونه‌ای داشته باشه، توی خونه‌ای زندگی کنه که از هر نظر سیف باشه و سکیور باشه. حالا این سیفتی میتونه هم از نظر حالت موارد مربوط به الکتریکال، حالا اگه مولد داشته باشه، یعنی خونه باید در حالت خیلی خوب و شرایط خیلی خوب زندگی باشه و اگر غیر از این باشه وظیفه صاحب خونه است که اون موارد رو درست بکنه. حالا یه سری چیزا هستش که ما یه مقداری با ایران متفاوته. خب مواردی که سیفتی رو توی اینجا پس میکنه با ایران یه مقدار فرق میکنه، که خب اینجا خیلی بحث خیلی گسترده‌ایه که خب حتما باید تو اون دیتیلش رو، همون اینسپکشنی که شما قبل از اینکه یه خونه رو اجاره بکنین روز قبلش باید تمام این دیتیلا رو دقت بکنین بهش، که هر کدومش اگر برخلاف اون سیفتی کد باشه حتما باید منشن بکنین که اون انجام بدن. بعد بیمه مستاجر هستش، تننت اینشورنس، که بهتره که، یعنی پیشنهادی که میکنیم اینه که حتما این کار رو انجام بدیم، حتما تننت اینشورنس داشته باشین. هزینهش خیلی کمه، فکر میکنم بین، بستگی داره به اون انوار و دارایی های خودتون، ولی از $20 شروع میشه و به بالا. یعنی شما میتونید اگر اون بیسیکش رو بگیرین حدود $20-$25 ولی در ماه، ولی خب خیلی چیزا رو کاور میکنه. بعضیا خب فکر میکنن که اگر فقط وسایل شخصیشونه و بقیه چیزا رو اینشورنس لندلورد کاور میکنه، فقط وسایل شخصی نیستش که تننت اینشورنس کاور میکنه. یه چیزی که شاید خیلی ها نمیدونن لایبیلیتی اینشورنسه، مثل اینی که مثلا از پنجره خونه شما یک گلدون بیفته پایین و یه اتفاق خدای نکرده برای کسی بیفته، این وظیفه و مقصر شما هستی و اون موقع است که اینشورنستون کاور میکنه. یا اینکه مثلا یه آتش سوزی خواسته یا ناخواسته توی خونه شما انجام بشه و بره به واحد بغلی برسه، که بعد اون موقع بازم مقصر شمایی و شما مسئولش هستید. ولی طبق تننسی اکت شما لازم نیستش که حتما اینو داشته باشی، یعنی جزء الزامات قرارداد نیست، ولی بهتره که داشته باشه. و حق بعدی اینه که شما یه سری سرویس ها رو باید داشته باشین توی خونه، چه حتی اگر موردی باشه که اجاره پرداخت نکنن یا حالا یه مشکلی بین صاحب خونه و مستاجر باشه، صاحب خونه نمیتونه یه سری چیزها رو قطع بکنه، مثل گرمایی، مثل آب گرم، مثل آب، مثل برق، اینا رو نمیتونن قطع بکنن. موردی پیش میاد که به فرض برای تعمیرات بخوان انجام بدن که بعد 24 ساعت بهتون نوتیس بدن و بعد تا بتونن این کار رو انجام بدن، ولی همینجوری نیستش که بخوان یه دفعه گرمایی یا سرمایی رو قطع بکنن. حالا سرمایی که نه، ولی گرما رو بخوان قطع کنن. دمایی هم از وظیفه لندلورده که خونه باید از اول سپتامبر تا 15 جون باید سیستم گرمایی روشن باشه و دما مینیمومی که هستش 20 درجه سانتیگراد. و بعد دیگه اون قسمت پرایوسی هستش که خود لندلورد میتونه وارد خونه بشه، بستگی به اون قراردادی که بین شما و اون صاحب خونه هست، بین مستاجر و صاحب خونه هست، و باید حتما 24 ساعت نوتیس بدن. ولی مواردی هم هستش که مستاجر اجازه میده که شما هر موقع بخواید میتونید وارد خونه من بشین، ولی صاحب خونه حق اینو داره که بیاد وارد خونه بشه، ولی باید حتما بهتون نوتیس بده و اطلاع بده. و اینکه قسمت بعد این که افزایش اجاره است، خب توی کانادا، حالا اینو چند تا اسلاید بعدی کامل تر توضیح میدم، شما هر 12 ماهی که توی خونه ساکن هستین میشه، یعنی اون صاحب خونه حق اینو داره که اجاره رو ببره بالا. حالا اینو، این اجاره رو در به خاطر
کووید واسه سال 2021 فریز کردن، یعنی هیچ کس حق نداره اجاره رو ببره بالا، ولی به طور نرمال بستگی به تورم سالیانه داره که دولت یه درصدی رو همیشه اعلام میکنه و بعد لندلورد و صاحبخونه ها اونا بر اساس اون درصد قیمت رو تعیین میکنن، ولی هر چقدر تورم بالا باشه تا سقف 2.5% میتونن اجاره رو ببرن بالا. و بعد قسمت بعد که یه بحث، خب این بحث رو خیلی کامل توضیح دادم تو چند تا اسلاید بعدی که تو چه شرایطی صاحبخونه میتونه خونه رو به شما بگه که خالی بکنی، و بعد اینکه بچه توی خونه. خب پیش اومده برای من که به فرض یکی از مشتریای من یه خونه رو اجاره کردن، اون موقع بچه نداشتن وقتی که قرارداد رو ساین کردن، و وقتی که بعد از یک سال دو سال بچه دار شدن، و بعد خب لندلورد تو این شرایط نمیتونه بگه که به خاطر سرصدای بچه، حالا اون میتونه یه واحد جدا نباشه، میتونه بیسمنت یه خونه باشه یا یه فضایی از یه خونه باشه که اون اجاره دادن، و بعد صاحبخونه حق اینو نداره بگی که باید خونه رو خالی بکنی به خاطر بچه. بچه حق داره که یه سرصدای خیلی حالا ریزنبلی داشته باشه، بعد و لندلورد اجازه اینو نداره. و همینطور مهمونه یا اعضای خانواده است که میان، به خصوص ما که خب از ایران مهمون زیاد داریم، لندلورد اجازه این که بگه نه نباید باشه رو نداره. و بعد پت، حیوان خونگی، توی قانون تنسی اکت همچین چیزی نیستش که اجازه ندن که شما پت داشته باشین. و اینکه میتونن موقعی که دارن قرارداد باهاتون ساین میکنن، یعنی منطقیه که شما اگه پت دارین باید بگین که پت دارین، اگر که بنویسین اون رو ندارین و بعدن حالا یه حیوان خونگی بگیرین، اون موقع اجازه ندارن به شما بگن که نمیتونین اون رو داشته باشین. و بعد داکیومنت هایی هستش که شما ساین میکنین، دیپازیت هایی هستش که میدین، و تمام اونا رو باید موقعی که با شما قرارداد ساین میکنه حتما باید یک کپیشو به شما بده. جزء یکی از قوانین تننت گفتم خدمتتون اینه که تحویل خونه است، یعنی که شما لندلوردتون میاد به شما میگه یه موقع میبینی بعد از 12 ماه شما خودتون میخواین با 2 ماه نوتیس خونه رو تخلیه کنیم که خب قضیه شده است، ولی اگر که صاحب خونه شما بخواد که تون طول مدت قراردادتون که نمیتونه ازتون اینو بخواد، ولی بعد از اینکه قراردادتون تموم شد و قراردادتون ماه به ماهه، به دلایل خاصی میتونه شما رو از خونه، یعنی بگن که خونه رو تخلیه بکنی، که تو اون در حالتهای خاص که از جمله اینه که خودشون یا یه خانواده درجه یکشون بخوان تو اونجا زندگی بکنن، و اینکه و یا اینکه بخوان تعمیرات انجام بدن یا خونه رو دیمالیش بکنن، و تمام اینا خب مواردی هستش که اجازه دارن به شما بگن که خونه رو تخلیه بکنی، ولی تو کیس مثلا رنوویت کردن میخوان یه بازسازی انجام بدن، شما باید اولین حق رو داشته باشین که بخواین دوباره اجاره بکنی. و تو این حالت باید صاحب خونه به شما 1 ماه اجاره رو بده، و اینکه بعدن وقتی که توی بفرض مثلا اگر خودشون بخوان تو این خونه زندگی بکنن یا یکی از فامیلای درجه اولشون، یا خونه رو فروختن و کسی که میخواد بیاد اونجا زندگی بکنه، کسی که خریده میخواد بیاد زندگی بکنه، باید تو اون حالت ها به شما نوتیس بدن و به شما باید 1 ماه اجاره رو حداقل به عنوان هدیه، به عنوان بعد بهتون اون 1 ماه رو بدن. بعد و همینطور هم برای، گفتم خدمتتون، برای رنوویت کردن و تعمیرات و دیمالیش هم همینطور. و فرمایی که اون لحظه شما به شما میدن و شما امضا میکنین، چون این موردم خیلی پیش اومده، من به من زنگ زدن که ما این فرم N12 رو به ما دادن امضا کردیم و ما نمیدونستیم، به ما 1 ماه هم ندادن. وقتی که شما این فرم N12 رو امضا میکنین، یعنی که دیگه تموم شده، یعنی شما موافقت کردین با این قضیه. و N12 فرمی هستش که لندلورد میخواد قرارداد رو تموم بکنه و همون اون حالتی هستش که باید شما کامل موافق باشین. و بعدش یا فرم N11 هم که توافق دو طرفه، یعنی هم شما میخواین که خونه رو تخلیه کنین، هم لندلورد، و اون حالت دیگه 1 ماه اجاره و
اینوالو نیستش. و بعد یه بحث دیگه هم هستش که سوال خیلی ها سابلت رو اسان کردنه، سابلت کردن و اسان کردنه، که اینا دوتا مقوله جدا تقریبا. شما توی قرارداد شاید بعضی از صاحب خونه ها بیان به شما زبونن بگن که اجازه ندارین شما خونه رو اسان بکنین، یا اینکه نمیتونین خونه رو سابلت بکنین، ولی این غیر قانونیه. شما توی همون قرارداد اجاره که بین شما و صاحب خونه امضا میشه، شما اجازه دارین که سابلت بکنین و اسان بکنین. حالا سابلت کردن چیه؟ وقتی که شما میخواین به یه مدتی طولانی، حالا یک ماه، دو ماه، سه ماه، نمیخواین توی این خونه زندگی بکنین و میخواین اجاره بدین به یه شخص دیگه، که اون حالت میشه سابلت کردن. سابلت هم شما باید حتماً اجازه داشته باشین از لندلوردتون، از صاحب خونه‌تون. و تو این حالت اگر صاحب خونه، خب شما ایمیل زدین، نامه زدین براشون، ایگنور کردن و جواب ندادن، شما میتونین اجازه دارین که این کار انجام بدین، فقط این که بعد بهشون در جریان قرارشون بذارین. و بعد اسان کردن هم دقیقا همون طوریه. وقتی که شما وسط قراردادتونه خونه میخرین یا میخواین جابجا بشین به هر دلیلی و نمیخواین دیگه اون قرارداد رو ادامه بدین، یک کسی رو پیدا میکنین، ولی بازم باید حتما باید لندلورد اجازه بده، اجازه کتبی بده. ولی بازم اگر دیدین که برای لندلورد نوتیس فرستادین، زنگ زدین بهشون، ایمیل زدین یا نامه فرستادین و جوابی ازشون نگرفتین، شما بعد از 30 روز میتونین خونه رو خالی بکنین و بدون این که هیچ برای شما هیچ لایبیلیتی داشته باشه. و بعد قسمت بعدی، ببخشید، قسمت بعدی ریسپانسیبیلیتی هایی هستش که مسئولیت هایی هستش که مستاجر داره. اولا اینکه خونه باید توی حالت تمیزی معقولی باشه، یعنی اینکه همون جوری که خونه رو به شما تحویل میدن، طبعا همون جوری هم باید تحویل بگیرن ازتون. و بعد تو اون مدت زمانی که به فرض لندلورد میتونه بیاد هر چند وقت یه بار، حالا خونه رو با بهونه یا بی بهونه میتونه بیاد خونه رو ببینه، و بعد خونه در حد یه تمیزی معقول باشه. از نظر تعمیرات و صدمه هایی که به خونه داده میشه، خب مواردی هستش که مثلا یه مورد بود چند وقت پیش، یکی از مشتری های من که صاحب خونه هستن پرسیدن از من که مستاجرشون پنجره رو، شیشه رو شکستن و بعد از صاحب خونه خواستن که این شیشه رو تعمیر کنن، در صورتی که نه، این تعمیر شیشه با عهده صاحب خونه نیست. شیشه یه حالت مصرفی داره که خودشون باعث شکستن شدن و خودشون هم باید تعمیر کنن. حالا ولی خب مثلا یه موقع میبینی یخچال خراب میشه، گاز خراب میشه، سیستم گرمایی از کار میفته، اینا همه بر عهده صاحب خونه است. بعد یه مورد دیگه هم که خیلی یه مقدار متداوله، عوض کردن قفل در. شما نمیتونین، اجازه ندارین قفل در همجوری عوض بکنین. باید حتما، نیم شما به عنوان مستاجر منظورم، حتما باید با نظر، باید به لندلوردتون خبر بدین و بعد یه دونه کلید اضافه هم باید بهشون بدین. یعنی اینجوری نمیتونه باشه که شما با هزینه خودتون هم حتی قفل در عوض بکنین و بعد هیچ اطلاعی به کسی ندین. این حتما باید بر اساس، باید حتما لندلوردتون صاحبخونه بعد در جریان این قضیه باشه. خب ببخشید که من یه ذره تونتون دارم میگم، میخوام که خیلی وقت شما رو نگیرم، خیلی سریع موارد رو بگم، امیدوارم خیلی تونتون صحبت نکنم. اسلاید بعدی مربوط به حق و حقوقایی که مربوط به صاحبخونه است. خیلی زیاد نیست، ولی خب از جمله این که صاحبخونه حق اینو داره که دیپازیت بگیره. دیپازیت نمیتونه بیشتر از یک ماه باشه، ولی یعنی بعضی ها بعد کی دیپازیت هم هست، یعنی شما لندلورد میتونه دیپازیت کلید رو بگیره. حالا اون مبلغ $100 $200 اون هزینه مال کلیده که بستگی به فاب و اینا داره، که میگم ماکسیمومش $200، ولی بقیه دیپازیت ها قانونی نیست، مثل دمیج دیپازیت، مثل این که مثلا اگر جایی رو خراب بکنن، مثل اینکه پت دیپازیت، اینا هیچ کدومشون قانونی نیست. ولی یه موقع میبینیم که مثلا پیش اومده
که به فرض حیوان خونگی داشتن و خونه ای رو که میخواستن، یعنی خونه رو خیلی دوست داشتن اجاره بکنن، و بعد اومدن خودشون آفر دادن که ما این دیپازیت رو میذاریم به عنوان اینکه اگر مثلا سگ ما دم خونه آسیبی به خونه رسون این کاور بکنه. و بعد پس وقتی که قرارداد رو ساین میکنن حتما اجازه اینو دارن که دیپازیت اجاره رو بگیرن همون لحظه، که حالا معمولا اول ماه اول و ماه آخر رو میگیرن. ماه اول رو خیلی از مستاجران میتونن اول به فرض یعنی چکشو بنویسن، ولی شروع چک از اولین روز اجاره باشه، ولی اون ماه آخر باید تاریخش تاریخ قرار ساین قرارداد باشه، یعنی موقعی که قرارداد امضا میکنن بین صاحبخونه و مستاجر همون تاریخ باید باشه. و بعد اینکه خب حق مسلم صاحبخونه اینه که حتما اجاره رو بگیره، و دقیقا هم سر روزی که با هم توافق کردن. بعد همونجوری هم که گفتم میتونه صاحب خونه وارد خونه بشه، بعد برای حالا تعمیرات، برای حتی اینسپکشن و یا حالتهای امرجنسی. امرجنسی حالتی که میتونن بدون نوتیس وارد خونه بشن، ولی بقیه موارد رو باید حتما اطلاع بدن. ولی بازم یه سری گایدلاین های خاص خودش رو داره، به خصوص الان مثلا تو شرایط الان یه سری شرایط خاص خودش رو داره. بعضی از تننت ها اجازه نمیدن کسی وارد خونهشون بشه، بعد به خصوص موقعی که برای فروش خونه است اجازه نمیدن، و اینکه خب خیلی به مشکل برمیخوریم و اون صاحبخونه مجبوره که به هر حال با عکس و یه جورایی چیز بکنم. ولی دلیلش هم این نیستش که قانون تصویب کردن که نمیتونن وارد بشن، دلیلش اینه که اون مدتی که حالا الان باز بهتر شده، یه مدتی بود که اصلا بررسی نمیشد به اختلافات بین لندلورد و تننت. و بعد افزایش اجاره است، همون جوری که گفتم خدمتون، که هم تو قسمت حق و حقوق یه جورایی مستاجر و صاحب خونه، اینکه صاحب خونه میتونه 12 ماه هر 12 ماه اجاره رو ببره بالا، ولی نمیتونه بیشتر از 2.5% ببره، ماکسیمومش 2.5% بستگی به نرخ تورم داره. بعد و بعد اینکه تو چه شرایطی میتونه خونه رو تخلیه بکنه، که تو چند سلاید بعدی راجع به این موضوع کامل صحبت میکنه. خب راجع به این سلاید هم که صحبت کردم خدمتون، که رنت برای 2021 فریز شده و گاورمنت دولت اونتاریو اعلام میکنه که هر سال چقدر میتونن اضافه بکنن. اسلاید آخر هم راجع به اینکه تو چه مواردی لندلورد میتونه خونه رو خالی بکنه، یعنی حق اینو داره که از تننت بخواد که خونه رو خالی بکنه. اولا اینکه اون مستاجر پول اجاره رو پرداخت نکنه، اگر که کارهای ایلیگال انجام بدن، اکتیویتی های غیر قانونی انجام بدن، و یا اینکه به فرض توی یکی از اینسپکشن ها یا یکی از مواردی که وارد خونه شدن مثلا ببینن دمیج خیلی زیادی به خونه زدن، اینا حالت هایی که میتونن خونه رو از مستاجر بخوان که خونه رو خالی بکنه. بعد یا اینکه مثلا یه مستاجر خیلی بد باشه که تو کل اون ساختمون بقیه مستاجرها بخوان که این کار انجام میتن، اینقدر شاکی باشن همه ازشون که حالا یا سرصدای خیلی عجیب یا اکتیویتی های خیلی عجیب که همه اون چند تا مستاجر یا چند تا کسی که توی اون خونه دارن زندگی میکنن بخوان که اینا خونه رو خالی بکنن. بعد یا اینکه تعداد خیلی زیادی توی خونه زندگی بکنن، نه به عنوان مهمون، ولی مثلا فکر کنی یه خونه یک خوابه است، اگر مثلا 6 نفر دارن توی این خونه زندگی میکنن اینم غیر قانونیه. بعد مثلا اینکه به فرض توی رنتال اپلیکیشنشون نوشتن که درآمد من مثلا $5,000 در سال، و بعدش متوجه بشن که نه اصلا همچین چیزی نیست، مثلا یه مدت طولانیه دارن یه جا کار میکنن و درآمدشون مثلا $2,000،
توی اون موقع میتونن اجازه دارن که خالی بکنن. و بعد دیگه بقیه موارد هم کنم توضیح دادم خدمتتون که اگر خودشون نمیگه فامیلیشون بخوان زندگی بکنن، پلن داشته باشن که بیماریش بکنن خونه رو بعد، و یا اینکه بخوان کاربری خونه رو عوض بکنن. حالا من سعی کردم خیلی خلاصه همه چی رو توضیح بدم، اگر با سوالی بود حتما آخر برنامه در خدمتتون هستم. آقای شاهودی اگر که خیلی ممنون، مرسی از صحبت‌های خوبتون. اگر من اسکرینمو شیر میکنم خانم شبانی، اگر ممکنه فقط بفرمایید که کانفرم کنید که میبینین اسکرین منو، اگه شما ببینید سایر دوستان هم حتما میبینن. من فول اسکرین بکنم. میبینید؟ بله بله بله. خب خیلی خوب، خیلی ممنون. ویدیو شما رفت. آره ویدیو اون قطع کنم که حواسم باشه که چیز کنم. اوکی آره. خب من دوباره سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. من امیر شاهرودی هستم، مهندس قانونی و دادرس دعاوی مرتبط با ساخت و ساز در استان آنتاریو. توی بخش دوم صحبت امروزمون من راجع به سه تا موضوع صحبت میکنم و بعدش میریم پرسش و پاسخ. یکی انواع اختلافات بین مستاجرین و مالکین، اختلافاتی که در واقع آفنسیو باشه و غیر آفنسیو باشه و نحوه رسیدگی به این اختلافات. ما کلن دو جور اختلاف داریم، اختلافات آفنسیو و غیر آفنسیو. توی فارسی میشه تعرض. حالا من نمیدونم آفنسیو چجوری تعریف بکنیم، ولی من تعریفشون رو میذارم به عهده اکت. هم من هم خانم شعبانی وقتی صحبت میکنیم راجع به اکت، راجع به رزیدنشیال تننسی اکت صحبت میکنیم که به صورت رایگان کپیشو شما میتونید آنلاین پیدا بکنید و تعریف آفنسیو و نان آفنسیو اکشن هم اونجا اومده. و من به دوستان توصیه میکنم که هر وقت اگر خدای نکرده دوچار هر گونه اختلافی شدن به اکت رجوع کنند و اونجا ببینن که اکت اون اختلاف آفنسیو حساب میشه یا نان آفنسیو. من چند تا مثال میزنم ولی اینا کامل نیست. مثلا تو امر تخلیه بنا، همونطور که خانم شعبانی هم اشاره کردن، مثلا اگر مالک مثلا اموال مستاجر رو برداره بدون اینکه بهش اطلاع بده، یا مستاجر رو مجبور کنه که تخلیه بکنه بدون اینکه دلیل منطقی براش داشته باشه، یا قرارداد رو ترمینیت کنه، خب اینا میشه آفنسیو. مثلا تغییر دادن قفل از طرف هر کدوم از افراد، این یک آفنسیو اکشن حساب میشه. این تعریف آفنسیو رو داشته باشین تا من بعدم بگم که وقتی یه اکشن آفنسیوه نحوه رسیدگی بهش چجوری میشه. توی امر مثلا یوتیلیتی، اینه که شما بیای مستاجر رو مثلا یوتیلیتی چارج کنی بدون اینکه باهاش قبلا قرارش رو گذاشته باشی. اگر قرار گذاشته باشی که اینقدر درصد از یوتیلیتی رو باید بدی، اون مشکلی نداره. ولی اگه چنین قراری گذاشته نشه و بعدم مالک اقدام کنه به چارج کردن، خب اون یه آفنسیو اکشنه. یا اینکه مثلا برق واحد مسکونی و یا حالا واحد هر گونه واحدی رو قطع بکنه مالک، این دوباره یک آفنسیو اکشنه. بجه به ورود به خونه، خانم شعبانی هم صحبت کردن، شروطی داره و در صورتی که اون شروط ملاحظه بشه مالک میتونه وارد خونه بشه. اما اگر اون شروط قبلا مورد بررسی قرار نگرفته باشه، 24 ساعت نوتیس داده نشده باشه و غیره و مالک وارد بشه، خب این یک آفنسیو اکشن حساب میشه از نظر اکت. افزایش قیمت رنت خارج از عرف یا عدم صدور رسید رنت برای مستاجر، خب اینا میشه دوباره آفنسیو اکشن. هرسمنت از طرف هر کدوم از دو طرف آفنسیو اکشنه. بعضی ها فکر میکنن که فقط از طرف مالکه که یه وارد خونه مثلا بشه یا مانع از لذت بردن مستاجر بشه. برعکسش هم هست، مستاجری که برای ساختمون مزاحمت ایجاد میکنه، اون هم میتونه که یه جور آفنسیو اکشن
از نظر اکت دیده بشه. همکاری نکردن با لندلورد و تننت بورد، حالا اینو بعدا راجعش بیشتر صحبت میکنم که لندلورد و تننت بورد چیه، اون خودش آفنسیو اکشنه، یا اگر نذارن که بازرس وارد ساختمون بشه و ساختمون وارد بازرسی قرار بده. بعضی وقتا بعضی از مستاجرها این کارو میکنن، اون هم آفنسیو اکشن به حساب میاد. خب ولی لیست آفنسیو اکشن اینای کامل نبود، اینایی که من گفتم. موارد دیگه ای هم وجود داره که من توصیه میکنم که دوستان هر وقت اگر خدای نکرده به اختلافی خوردن به اکت رجوع بکنن، که همونطوری گفتم کپی رایگانش آنلاین هستش، و چک بکنن که اون اختلاف آفنسیو حساب میشه یا نان آفنسیو. حالا اگر یه وقتی یه اختلافی نان آفنسیو بود، یه مثال ساده، مثلا پنجره، همین مثالی خانم شاهرودی، پنجره شکسته، مستاجر مالک میخواد که مثلا بیاد اینو درست بکنه و مالک نمیکنه، خب این یه نان آفنسیو ممکنه به حساب بیاد. شما چیکار میتونید بکنید در این صورت؟ مرجع رسیدگی اولا به مسائل نان آفنسیو لندلورد و تننت بورد LTB. LTB کارش اینه که به اینجور امور رسیدگی بکنه، جلسه های در واقع مدییشن رو من ترجمه کردم پادرمیونی، با آربیتریشن که به فارسی ترجمه میشه داوری، یا اجودیکیشن که میشه دادرسی فرق کنه. بنابراین من امروز اگر میگم جلسه پادرمیانی، در واقع منظورم مدییشنه. یکی از وظایف بورد، لندلورد و تننت بورد، برگزار کردن جلسه های مدییشن و رسیدگی به اختلاف، آموزش عموم و آگاه کردن عموم با حق و حقوقشون هم دوباره یکی از مسئولیت های لندلورد و تننت بورده، و یه سری مسئولیت های دیگه هم که دارن. اگر شما با یه اختلافی داشتید با طرف مقابل و نان آفنسیو بود، این بورد هستش که به این اختلاف شما رسیدگی میکنه. خود بورد توصیه اکید داره و منم توصیه اکید دارم که اگر یه وقتی دوچار اختلاف شدید، اول سعی کنید با طرف مقابل وارد گفتگو بشید، مسئله رو باهاش مطرح کنید و سعی کنید که با گفتگو کیستون رو حل بکنید. در بسیاری از موارد با یه گفتگو ساده موضوع حل میشه و لزومی به صرف هزینه زیاد و اعصاب خردی نداره. ولی خب اگر موضوع با گفتگو حل نشد، شما میتونید اول یه در واقع مشاوره حقوقی بگیرید. مشاوره حقوقی هم برای هم لندلورد ها و هم تننت ها رایگان وجود داره. دو تا شماره تلفن هست که من روی صفحه نوشتم، روی خود بورد هم وجود داره این اطلاعات، میتونید با اون شماره تلفن ها تماس بگیرید اگه لندلورد یا تننتین، و یه مشاوره حقوقی اولش بگیرید که ببینید کیس شما کجا وای میسه. قبل از اینکه اقدام بکنید به اینکه فایل تشکیل بدید و شکایت خودتون نسبت به اون اختلاف رسما ثبت بکنید، شما یک مرحله در واقع اولیه داره که من اسمش رو گذاشتم گام صفر، و اون اینه که در قالب نوشته به صورت رایتینگ نوشتاری شما مسئله رو به اطلاع طرف مقابل برسونید. شما قبلا رفتین باهاش صحبت کردین، نتیجه نگرفتین، حالا میزنیش توی رایتینگ. مثلا مستاجر میاد از مالک میگه که آقا من تقاضا دارم از شما که مثلا این پنجره رو فیکسش کن، خراب شده، در این تاریخ این اتفاق افتاده، منو داره اذیت میکنه، اینو بیا شما فیکسش کن و اینو نگه میدید. یا مالک میاد از مستاجر میخواد که مثلا شما این پرداختی تو انجام ندادی و این پرداختی رو باید انجام بدی، یه بهش این نوتیس رو میده که اگر انجام ندی مثلا باید ترک کنی ملک من. خب این میشه در واقع گام در واقع پیش مقدماتی و شما نوتیس رو دادی. در صورتی که خب اون نوتیس به جایی نرسید، حالا دیگه شما میتونید رسما با بورد برین کیستون رو فایل کنید. گام اول ما این. برای فایل کردن شما باید اپلیکیشن درست رو پیدا کنید. وقتی تشریف میارید سایت بورد، برای مالکین و برای مستاجرین ساب سکشن جدا داره. توی اون ساب سکشن میرید و با توجه به موضوع اختلاف اپلیکیشن درست رو به شما نشون میده. همونجوری که میبینید من گذاشتم عکسشو، ستون اول اختلاف، ستون دوم منابع و ستون سوم اپلیکیشن مورد نظره. اونو میرید شما پر میکنید و دانلود میکنه و پر میکنه. خیلی 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 ساده است.
وقتی که کامل کردید، پر کردید، به صورت مجازی شما میتونید اینو فایلش بکنید، صورت الکترونیکی. و برای اینکه فایل بکنید، خود اپلیکیشن شما نشون میده کجا برید. اگر مدارک اضافه ای هم از شما بخواد، اون را اونجا اونا هم میتونید اتچ بکنید و در نهایت همه رو به صورت الکترونیکی ثبت بکنید و سابمیت کنید. مرحله بعدی یه مدتی باید به بورد زمان بدید، بخاطر اینکه اپلیکیشن شما رو میخواد ریویو بکنه. اینو ریویو میکنه و در صورتی که اپلیکیشن شما قبول بشه، یعنی ببینن که یک موضوع نان آفنسیو و در حوزه فعالیت‌های بورد هستش، اون موقع برای شما یه دونه نوتیس می‌فرستن که این نوتیس تیپ اپلیکیشن شما رو توضیح میده، نوع اپلیکیشن شما رو توضیح میده، راجع به هیرینگ یعنی در واقع اون جلسه پادرمیونی با شما صحبت میکنه، به شما میگه زمانش کیه، تاریخش کیه، چه جور هیرینگیه، تلفنیه یا آنلاینه، و شما در واقع رسما دیگه فایلتون شروع میشه. به طرف مقابل هم همینو میفرست. و بعد گام بعدی اینه که طبیعتاً شما وارد جلسه مدییشن میشید. اونجا یک نفر در واقع میادش به اونجا حضور داره که یک طرفی هستش که با هیچ کنوم از دو طرف دعوا، یعنی در واقع با مالک و مستاجر هیچ ارتباطی نداره، طرف بی طرف هستش، میاد صحبت دو طرف رو گوش میده و در نهایت امر کیس رو جلو میبره. نکته مهمی که اینجا هستش، اون کسی که به عنوان داور که اینجا در واقع نقش قاضی هم داره میاد بین شما قرار میگیره، هیچ گونه لیگال ادوایسی به شما نمیتونه بده. بنابراین این کاملا به خود شما مربوطه که کیستون رو چجوری پریزنت کنید، اویدنسی اگه دارید، مدرکی اگر دارید چجوری پریزنت کنید. اینجا خیلی نکته مهمیه، من میخوام روی این یه مقدار تاکید بکنم که بعضی از دوستان میان میگن که آره مثلا داور کیس ما خوب نبود، خوب من قضاوت درستی نکرد، من با اوردری که داده راضی نیستم. من اینو هیچ وقت قبول نمی کنم که داور خوبی نبود، چون اینا همشون آدم های بسیار با تجربه هستن و هیچ ارتباطی با هیچ طرف اختلاف ندارن. این معمولا ماها هستیم که نمیتونیم کیسمون رو خوب پریزنت کنیم، اویدنس درست نداریم، خیلی پراکنده صحبت میکنیم وقتی قرار صحبت بکنیم، نمیتونیم up to the point کیسمون رو پریزنت کنیم. حتی اگر طرف اون داوری که اونجا قرار گرفته بدونه که حقم با شما هست، اگر شما کیستون رو درست پریزنت نکنید، اون بر مبنای فکت هایی که اونجا پریزنت شده باید حکم بده، در واقع دستش بسته است. اینجا من خیلی میخوام تاکید کنم که اگر شما لازم لیگال ادوایس بگیرید، قبل از هیرینگتون باید بگیرید، لازم تمرین بکنید بکنین. اگر فکر میکنید کسی باید جای شما بهتون هیرینگ، حالا وکیل یا هر کس دیگه به جای شما صحبت کنه، حتما این کار رو انجام بدید، آمادگی سازیشو بکنید، چون که اون جلسه شماست و اگر خوب نتونید پرزنت کنید، نمیتونید بعد از کسی انتقاد کنید که چرا به ضرر شما حکم صادر. نهایتا یا توی همون جلسه یا بعدن مدییتور میادش و حکم نهایی رو که بهش میگیم اوردر میده. فارغ از این که تو اون جلسه به شما شفاهی بگه یا به شما شفاهی کمک کنه که خودتون با طرف مقابل به یک توافقی برسید، یا بگه بعدن حکم صادر میشه، نهایتا حکم به صورت نوشتاری به شما داده میشه. توی حکم یا دلایل نوشته شده یا فقط حکم نهایی داده شده بدون دلایل، ولی اگر بدون دلایل باشه شما میتونید تقاضا بکنید از مدییتور که دلایل رو هم برای شما بنویسه. حکم نهاییه، بنابراین دوستانی رو بدونن که تغییر دادنش، این که به ضرر ما بوده بریم تغییر بدیم، چنین چیزی وجود نداره. اگر مشکلات انشایی توی حکم باشه، مثلا اسپلینگ اسم شما، آدرس اینا اشتباه شده باشه، به صورت رایگان میتونید اینا رو مطرح کنید و منشی اینا رو تغییر میده و حکم درست شما داده میشه. ولی اگر دلیل واقعا قوی باشه که حکم اشتباه صادر شده، شما میتونید در عرض 30 روز این تقاضا رو بکنید و طبیعتا براش هزینه یه برام بدین و بررسی میشه، ولی باید دلیل حتما خیلی قوی باشه که بشه این حکم رو دوباره بررسی کرد. و در اکثر موارد معمولا اینجوری نیست و حکم نهایی، حکم صادر شده نهایی هستش. و البته اگر مسئله قانونی باشه، یعنی یک
بخش قانون یا یه بخش اکت دیده نشده باشه، شما میتونید حکم به دادگاه ببرید و اپیل بکنید. البته تا وقتی که اپیل شنیده نشه حکم برقراره ولی اکشنی روش انجام نمیشه. ولی این خیلی نکته مهمیه که بایستی برای اپیل شما دلیل قانونی داشته باشید. اینکه فکر کنید در حق شما ظلم شده ولی دلیل قانونی نشده، چون مثلا کلاز شماره فلان اکت نقض نشده باشه، شما نمیتونید اپیل بکنید. برای این خیلی مهمه. بعضی دوستان فکر میکنن که اپیل یه چیزی هستش که وقتی حکم به نفع ما نبود ما خوشمون نیومد میگیم بریم اپیل کنیم. نه، اینجوری نیستش. باید حتما لایحه حقوقی براش بنویسیم، معلوم بشه چرا شما میخواین اپیل بکنید. خب راجع به در واقع اختلافات نان آفنسیو بود. حالا اگه شما و طرف مقابل، حالا میتونه مالک باشه یا مستاجر، دوچار یک اختلاف آفنسیو شده باشه، یعنی چیزهایی که توی اکت آفنسیو اکت بهشون گفته میشه شده باشید، که من چند تاش اول این پرزنتیشن گفتم، موقع برای فایل کردنش روش دیگه‌ای بود. تقریبا مسائل آفنسیو مسائل حقوقی حساب میشن، بنابراین پریپریشن و فراهم کردن مدارک مرتبط خیلی خیلی مهمه. من تاکید میکنم مدارک مرتبط، به خاطر اینکه کیسایی دیده شده که دوستان مدارک غیر مرتبط زیادی رو آوردن توی جلسه و اصلا همه رو گمراه کرده، همه رو گیج کرده و در نهایت اصلا به کیس خودشون کمک نکرده. این اسمارت داکیومنتیشن کردن، مطالب مرتبط، کامیونیکیشن های مرتبط، قبضای پرداختی مرتبط به اون آفنس رو اگر شما جمع بکنید به کیستون کمک میکنید. ولی اگه چیزهای غیر مرتبط هی جمع بکنید فقط وقت خودتون رو از دست میدید، در نهایت وقت میکنید خودتون دفاع کنید و به کیستون هیچ کمکی نمیکنید. خیلی مهمه که دوستان به این موضوع توجه داشته باشم. دوباره همون توصیه که قبلا کردیم، صحبت کردن با طرف مقابل خیلی کمک میکنه در خیلی موارد که شما کیستون حل بشه. ولی خب خیلی وقتا ما اینو میدونیم که خب طبیعتا این اتفاق نمیفته، ولی من همیشه توصیه میکنم که اول سعی کنید اگر حتی یه آفنسی اتفاق میفته، مثلا چه میدونم مالک برق شما رو قطع کرده، اول با خودش صحبت کنید، در جن رایتینگ ایمیل خیلی ابزار مناسبیه برای این امر و بخواین که این کارو درست بکنه، برق رو وصل بکنه. مستاجر اگر رنتشو داره هی دیر میده بنا به هر دلیلی یا اصلا نمیده، با ایمیل با تکس ازش اول بخواین که این کارو بکنه و بهش گوشزد بکنی اگر این کارو نکنه اتفاق میفته. همینطور مدت زمانی که برای اون طول میکشه تا اون آفنس رو فیکس بکنه رو هم رکورد کنید. مثلا امروز نوتیس میدین شما و توی یه زمان معقول این نوتیس انجام نمیشه، مثلا 3 هفته طول میکشه، دوباره یه بار دیگه این اتفاق 2 ماه دیگه میفته، 4 هفته طول میکشه تا رنت شما مثلا پرداخت کنه، این زمانها رو هم رکورد داشته باشید، چون بعدا اگر بخواید وارد دعوا بشی، در واقع اقامه دعوا بشی، خب این زمانها به علاوه اون ریتن نوتیس ها و ریکوست ها برای کیس شما مهمه. خب گام اول این که شما رفتین نوتیس دادید. گام دوم اینه که طبیعتا اقدام کنید به فایل کردن. توی مسائل آفنسیو شما با بورد نمیرید فایل بکنید، بلکه میرید با رنتال اینفورسمنت یونیت که بخشی از وزارت در واقع مونیسیپالیتی افرز و هاوسینگ هستش فایل میکنید، که مال دولت استانی هستش. برای فایل کردنش شما میتونید گوگل بکنید، شماره تلفنشون وجود داره، تماس میگیرید و اقدام میکنید برای رنتال انفورسمنت یونیت که فایل بکنید. به هیچ وجه نمیشه ناشناس فایل کرد یا حتی کامپلین کرد. بایستی کامل اسم خودتون، آدرس محل سکونت و غیره رو فراهم کنید. اگر کسی بخواد به صورت ناشناس تماس بگیره و یه شکایتی از یک مالک یا مستاجری بکنه، رسیدگی بهش نمیشه. من عوض میخوام اینجا این نبایست روی اسکرین میومد، من ببینم میدونم ورش دارم. خب اینو نمیتونم ورش دارم، من باید یه لحظه از این حالتی خارج بکنم تا من بتونم این صحبتم رو بکنم و بعد این انیمیشن روی اسکرین بیادش. خب مرحله بعد اینه که وقتی که شما فایلتون رو در واقع
فایل میکنید با تلفن، خود اینفورسمنت یونیت اقدام میکنه با تماس گرفتن با پارتی طرف مقابل و میاد میگه که یه فایلی به علیه شما صادر شده، شما بایستی که این فایلتون رو، این مسئله رو فیکسش کنید. خیلی روش درستیه، به خاطر اینکه این فرصت رو به طرف مقابل میده که مشکلی که پیش اومده رو درستش بکنه. یه بازه زمانی معقولی بهش داده میشه و ازش خواسته میشه که این مشکلی که پیش اومده رو فیکسش بکنه. اگر تو اون بازه زمانی اون مشکل رو فیکس کرد که هیچی، اگر نه فالو آپ میکنه. و در صورتی که مشکل فیکس نشده باشه، مثلا همین برق شما قطع شده، این مثال برق رو من بزنم، میخواد از مالک برق شما رو وصل کنه، مثلا بهشون یه بازه زمانی میده، مثلا میگه توی 24 ساعت بعد این کارو بکن. اگر تکنیسیان نیاره و برق رو وصل نکنه، اون وقت اقدام قانونی بر علیه اون پارتی که مقصره انجام میشه و اقدام قانونی اینه که کیس برده میشه در محضر دادگاه و جاستیس آف پیس به کیس رسیدگی میکنه. در اون صورت طبیعتا اگر محکوم بشه، چه لندلورد چه تننت، محکومیت قضایی داره و همینطور هزینه کلمه مالی. کلمه مالیش مکسیموم 50,000 دلاره برای یک فرد، حالا میتونه یک فرد مالک باشه یا یک فرد مستاجر، یا 250,000 دلار برای یک شرکت، یک شرکتی که مالکیت اون ملکو داره یا یک شرکتی که اجاره کرده اون ملکو. به علاوه در بعضی از موارد وزارتخونه میتونه اقدام بکنه به اینکه اطلاعاتو به صورت عمومی هم در معرض دید عموم قرار بده، یعنی که میادش دادگاه رو، روند رسیدگی به دادگاه رو و حکم نهایی رو با اسم طرفین دعوا چاپ میکنه به وبسایت خودش مثلا، تا طرفین، تا بقیه پابلیک هم وقتی که مثلا میخوان اقدام کنن به کار با اون طرف محکوم، بدونن که قبلا توی دادگاه یه چنین حکمی به علیهش صادر شده. خیلی ممنون. این روند فایل کردن یک آفنس بودش، یک در واقع دیسپیوت بود که من با شما مطرح کردم. من الان اسکرینم از حالت شیر خارج میکنم و من با خانم شبانی خوشحال میشیم که اگر سوالی باشه در خدمتتون باشیم. ممنون از لطفتون آقای شهرودی عزیز، مرسی از خانم شبانی. من از دوستان خواهش میکنم برای اینکه نظم رعایت چه، اگر سوالی دارن از گزینه ریز هند استفاده کنن که به ترتیب بتونیم سوال دوستان رو پاسخ بدیم. خانم پروین عنوان کرده بودن که یک سوالی دارن، اگر که شما لطفا میکروفونتون رو باز کنیم صحبت کنیم. سلام، خسته نباشید به همه دوستان. من یه دو تا سوال داشتم، اگر زحمتی نیست جوابش رو بگیرم. یکی این که آیا راهی هستش که ما، یعنی مالک، با اینکه 2 ماه نوتیس رو میده و خودش هم قراره بره موف کنه تو اون خونه، اون 1 ماه اجاره رو نده؟ آیا همچین امکانی هستش که مثلا توی قانون که اون 1 ماه رو نده؟ چون واقعا اون 1 ماه خودش خیلی هزینه زیادیه. و اینکه آیا فرقی میکنه که مثلا سر 1 سال قرارداد رو اتمام تموم کنه یا اینکه مثلا ماه به ماهش بکنه؟ یعنی منظورم حق و حقوق بیشتری برای مستاجر ایجاد میشه توی ماه به ماه، یا اینکه نه هیچ فرقی نمیکنه در هر صورت قوانین تو چه تو قرارداد 1 ساله چه قرارداد ماه به ماه فرقی نمیکنه؟ ممنونم. شما می فرمایین آقای شهرودی؟ برای مورد اول که فرمودین میشه که اون 1 ماه رده، دقیقا یه چیز توافقیه به نظر من. و اینکه اگر که توافقی بین شما، یعنی مستاجر و صاحبخونه به وجود بیاد، میتونن، ولی در غیر این صورت نه. قانون میگه که این 1 ماه باید بدن و این شرایط خاصی نداره که شما بخواین حالا به عنوان صاحب خونه اون 1 ماه رو نکنن، ندن. و برای سوال دوم که فرمودین که برای قرارداد ماه به ماه و خب اینکه 12 ماه کامل قرارداد 1 ساله داشته باشن، خب وقتی که ماه به ماه، خب لندلورد میتونه به نوتیس بده به همون دلایلی که توضیح دادیم، که خب یه مقدار، یعنی یه مقدار که نه حقوقهای تننت خب میاد پایین تر توی این شرایط، که
مسلماً توی اون حالتی که قرارداد دارن نمیتونن به هیچ دلیلی مستاجر رو بیرون بکنن، مگر اینکه حالا جزء یکی از اون آیتمایی باشه که پرداخت نکردن اجاره و یه چند تا مورد اینطوری باشه. درسته، خیلی ممنون. فقط یک سوال دیگه، اگر مثلا تننت حالا آسیبی بزنه و ما هم هیچ دیپوزیتی نگرفته باشیم، اونو چجوری باید هندلش کنیم؟ ممنون میشم. بکنم این آقای شاهرودی بتونن بیشتر کمک بکنن. آیش میگم خدمتتون، راجع اول سوال قبلی، یه وقت همونطور که گفتن توافقیه اون یک ماه و خیلی وقتا این اتفاق میفته. مثلا مستاجر میگه که من مثلا وسایلمو از تو انباری یه خورده دیرتر ببرم، مثلا چند روز به من فرصت بده وسایلمو خالی بکنم، یا مثلا چه میدونم دو چرخم فلانه، اینا رو یه خورده با هم توافق میکنم، مالک و مستاجر یه خورده با هم فلکسیبیلیتی میدن و از اون ورم مثلا اونم میگه من اون یه ماه مثلا چه میدونم دو هفته بهت کمک میکنم. واسه همین اون توافق خیلی اتفاق میفته. یکیش هم همین مسئله آسیب رسوندنه. اگر شما مالک مستاجر آسیب برسونه، مالک با رکورد کردنش، نوتیس دادن، میتونه شکایت بکنه و میتونه بگه که این خسارت‌ها رو به من زدی، مثلا شومینه مثلا داشتم، شومینه کامل از کار افتاده، شومینه برقی مثلا داشته توی خونه، یا مثلا چه میدونم ماشین ظرفشویی کامل از بین رفته، اینو میتونه وقتی که میره خونه رو تحویل بگیره مطرح کنه، ریتن نوتیس بگیره، عکس بذاره بگیره و طبیعتا از طرف بخواد که اینو درست بکنه. اگر همکاری نکنه باید شکایت کنه ازش، ولی خب اگه اوییدنس خوب داشته باشه مشکلی نداره. خیلی وقتا همونون هم میشه این توافق همون یه ماهه. خیلی وقتا مثلا همون یه ماهو پرداخت نمیکنه چون مالک تقاضا کرده مستاجر باشه و این خسارت کوچیک هم مثلا یا حالا بزرگ ازش میگذره، ولی راش اینه که اوییدنس داشته باشه، نوتیس بده به مستاجر، فرصت به تا فیکس کنه آسیبی که رسونه، ولی اگر نکرد باشه. بله، خیلی متشکرم، ممنونم. مرسی. آقای سلیمانی شما بفرمایید، بعد چهار تا سوالم دوستان برای من فرستادن، من اینو مطرح میکنم. سلام، متشکر از سخنرانی خوب خانم شعبانی و آقای شاهرودی. سوال من اینه که معمولا که مستاجرها مدت طولانی مثلا میشینن برای سالهای دوم سوم اینا، باید قرارداد جدید نوشته بشه بعد، یا همینجوری فقط به اصطلاح افزایش بها که میدن، افزایش اجاره میدن، اون به اصطلاح دیگه کار دیگری نسبت به قرارداد نوشتن نداره در حقیقت؟ متشکرم از پاسخ. سلام از آقای سلیمانی، مرسی که امروز تشریف آوردین. راجع به اینکه فرمودین که خب اونم باز توافقیه، یه موقع میبینین که خب خیلی از مستاجرها البته ترجیحشون اینه که بخصوصا که برنامه‌ای داشته باشن، پلنی داشته باشن که بخوان خونه بگیرن یا جابجا بشن، خب ترجیحشون مسلما اینه که ماه به ماه باشن چون خیلی از حقوقاشون یکیه، ولی خب از یه طرف هم این ریسکو میکنن که اگر که ماه به ماه باشن ممکنه که صاحب خونه بخواد خونه رو بفروشه یا خودش بخواد بیاد یا بخواد تعمیراتی انجام بده. خب اون بستگی به توافق داره و بستگی به فکر میکنم به نظر هر دو داره، چون ممکنه که بعد از 12 ماه لندلورد بگه که ماه به ماه باید تمدید بکنیم و تننت هم همینطور خودش نظرش اینه که میخواد ماه به ماه باشه یا اینکه بخواد یه قرارداد جدید، ولی به افزایش اجاره من فکر نمی‌کنم ربطی داشته باشه، چون حتی ماه به ماه هم باشن، حالا آقای شاهرودی اگه من اشتباه می‌کنم بفرمایید، اگه ماه به ماه هم باشن باید اون افزایش اجاره رو داشته باشن. بله درست می‌فرمایید، افزایش اجاره سالانه فارغ از اینه که قرارداد شما ماه به ماه یا قرارداد، یعنی در واقع ترمینیشن دیت داره یا اوپن اندد، فارغ از این موضوع شما افزایش این تایتل هستش مالک و افزایش اجاره سالانه به همون مقداری که مطرح شدش. منظور سوالم این بود که واقعا این افزایش اجاره مثل ایران مثلا یه قرارداد دیگه نوشته میشد یا پشتش مثلا نوشته میشد آقا تمام مفاد این اجاره خط به اصطلاح ثابت هست، فقط ما اجاره رو از این تاریخ به این مبلغ اضافه کردیم. اینو میخوام بدونم که آیا باید جایی رو قرارداد جدید مثلا سال دوم سال سوم یه مستاجری مثلا چند سال هست
آیا باید این جایی دو مرتبه نوشته بشه این افزایش بهای اجاره یا نه همجوری به اصطلاح فیما بین فقط به صورت لفظی است؟ یه نوتیس 90 روزه داره، یعنی شما باید 90 روز قبل از اینکه اجاره رو افزایش بدین، حالا چه ماه به ماه باشه چه قرارداد باشه، باید به تننت نوتیس بدین و بعد اون یعنی 90 روز قبل که اون نوتیس رو میدین یه فرمی هم هستش که توی اون فرم اعلام میکنین که اجاره بر اساس دولت اونتاریو مثلا 1.5% افزایش پیدا کرده از این ما، از مثلا اگر به فرض ماه ژانویه برای شما به نوتیس داده باشین به تننت، از ماه آخر مارچ میتونین شما اجاره رو به این مبلغ اضافه کنین. و من فکر میکنم تو همون قرارداد جدید که امضا نمیشه، نه اگر ما هیچ قرارداد جدیدی لزومی نداره امضا بشه، اصلا وقتی قرارداد یک ساله شما تموم میشه ناخودآگاه شما وارد قرارداد ماهانه میشید، مگر اینکه با طرف توافق کنید که یک بار دیگه قرارداد امضا کنید با یه دونه ترمینیشن دیت مثلا یک ساله یا هر چی، وگرنه اتوماتیک میره و این افزایش اجاره همونطوری که گفتم باید نوتیس داده بشه ولی لزومی نداره روی قرارداد اول دوباره انشا بشه. نه فقط همون ایمیلی که میزنن کانفرم میکنه این قضیه و اونا هم بعد رسید یعنی بگن که گرفتن ایمیلو. بله می نهایت سپاسگزارم. من بعد آقای بررسی شما هم سوالتون رو مطرح کنید. من اتفاقا سوال آخر رو میگم چون به صحبت آقای سلیمانی هم ارتباط داشت. یکی از دوستان پرسیدن که بعضی از صاحب خونه ها اجبار میکنن که قرارداد تمدید نمیشه، یک سال است و اگر میخوای باید سر سال دوباره با من قرارداد ببندی، که وقت میام با نرخ جدید باهاشون قرارداد میبندن، یعنی در واقع تننت رو از اون حالت ماه به ماه محروم میکنن. آیا این کار قانونیه؟ نه تا اونجا که من میدونم نه قانونی نیست. و اینم اتفاقا سوال خودم هست که آیا لندلورد میتونه به تننت بگه که من ماه به ماه باید امضا نمی کنم اگر میخوای قرارداد 12 ماه تمدید بکنی یا نه، یا فقط حق تننته؟ و اینکه مطمئنا نه نمیتونه قرارداد جدید امضا، چون هیچ فرقی نمیکنه که چه ماه به ماه ادامه بدن چه همون مستاجر قرارداد جدید رو امضا بکنه، همچنان باید رو همون افزایش قیمت نرمال دولت باشن. یعنی میتونن یه دفعه بخوان اون قرارداد انگار کنسل بشه یه قرارداد جدید بیاد جاش. بله اجبار کردن به ترمینیت کردن یه قرارداد، چون وقتی شما از نظر حقوقی قرارداد شما به دودیتش میرسه وارد قرارداد ماهانه میشه اوتوماتیک. بنابراین اگر شما میخواین اونو کنسل کنید و دوباره یه قرارداد جدید ببندید با یه قیمت جدید، در واقع در این قرارداد قبلی ترمینیت میکنید. ترمینیت کردن این قرارداد اینجوری که به اجبار بیاین طرف مقابل رو پوش کنید که باید اون قرارداد رو ترمینیت کنید و الان با من این قرارداد جدیدی بیاید عقد بکنید، این از نظر اکت قابل قبول نیستش اینجوری. ولی اگه توافق بکنی با هم که ما قرارداد قبلی رو لغو میکنیم و یه قرارداد جدید عقد میکنیم، اون اشکال نداره و حتی توش میدونی قیمت جدید بنویسی، اونجا لزومی نداره که فالو بکنید اون افزایش قیمت دولت رو. شما میدونی اون قرارداد خداحافظ، شما دوباره یه قرارداد جدید 100 برابر قیمت میرین بالا، هیچ اشکال نداره. ولی نمیتونید مستاجر رو مجبور بکنید که اون قرارداد رو لغو شده فرض کن و یه قرارداد جدید عقد کنیم ولو حتی به قیمت قبلی، حتی به کاهش قیمت. بایستی توافق بشه برای ترمینیت کردن اون قرارداد یا دلیل قانونی داشته باشه که اون قرارداد فیکس ترمی که تموم شده و حالا اتوماتیک شده ماهانه رو ما چرا لغوش کنیم حالا یه قرارداد جدید ببندیم. اون بایستی که دلیل یا قانونی داشته باشه یا توافق دو طرف، نمیتونه یک نفر به زور اون یکی رو مجبور کنه بیا لغوش کنی حتی برای پول کمتر دادن یا پول بیشتر دادن، دلیلش این نمیتونه. خب ممنون. یه سوال دیگه هم هست، گفتن که من اگه درست بخوام بخونم، گفتن شرایطی هستش که پایان قرارداد، معمولا دیدین که پایان قراردادها آخر ماه هست، شروع قرارداد جدید اول ماه هست، بعد معمولا یه چند ساعت اون وسط بلا تکلیفن افراد، یعنی اینکه صابخونه جدید اجازه ورود نمیده روز قبل، صابخونه قدیم میگه بعد بلند شی من نظافت کنم که مثلا مستاجر جدید بیاد. اینو چجوری میشه درست کرد؟ آیا فقط توافق بین صابخونه و مستاجر یا یه راه قانونی هم داره؟
تا حالا برای من پیش نیومده که بخوام انقدر چیز باشه. واسه فروش خونه پیش میاد که اون تایم یه مقدار بالا پایین میشه، ولی اینکه یه چند ساعت بینش فاصله باشه. سه مورد ظرف دو ماه گذشته پیش اومد که دوستان بعضیاشو مجبور شدن هتل برن یا خونه آشناها برن. یه بار دیگه توضیح میده کاوه جان. ببین مثلا قرارداد میگیم که الان مثلا میگیم ماه جونه، شما قراردادت که دو ماه هم نوتیس دادی 30 جون تموم میشه، خونه جدید 1 جولای به شما تحویل داده میشه، صاحب خونه میگه خب 30 جون شما مثلا باید تا ساعت 12 رفته باشی، تا 1 رفته باشی، خونه بعدی صاحب خونه میگه شما 9 صبح 1 جولای میتونی بیای و اجازه نمیده اینا 31 جون اسباب کشی کنن تو اون خونه. بعد از ساعت 12:01 یا 2 یا مثلا 5 بعد از ظهر 30 جون تا 9 صبح 1 جولای اون مستاجر جایی رو نداره بره. خب یه جورایی دقیقاً موقع فروش و خرید خونه هم همین موضوع پیش میاد دیگه. به خاطر همین میگم بعضیا برای من پیش اومده، بعضیا به خاطر اینکه حالا اون توی واسه خرید و فروش قضیه مورگیج میاد وسط، به خاطر اینکه نخوان بریج فاینانسینگ بگیرن میان میگن که ما میخوایم توی یه روز هم خونه جدید تحویل بگیریم هم خونه قدیممون رو تحویل بدیم. خب این تایما یه ذره با مشکل برمیخوره، به خاطر همین همیشه میگن که حالا واسه اجاره این قضیهش یه ذره هستش که بعد آخر ماه تحویل خونه ها باشه معمولا اول ماه، ولی شاید بعضی موقع مجبور میشن یک ماه زودتر تحویل بگیرن، ولی خب غیر منطقیه نمیدونم. آقای شارد شما تا حالا به همچین موردی برخوردید؟ من تا حالا اتفاقا به چنین موضوعی نخوردم. جالبه که کاوه چند تا از این موضوع داشتن. من چیزی که به دوستان پیشنهاد کردم حالا واسه سری بعدی گفتم خونه هایی رو بگیرین که از 15 شروع میشه، از 15 ماه قبل بگیرین، اون 15 روز اجارهش همچی تأثیری نداره، ولی حداقل مطمئن هستین قراردادتون تموم میشه یه خونه دیگه هست که واردش بشه. بعدش هم خیلی فیکس نیستن که سر تاریخ حتما همشون، مگر اینکه حالا بعضی از ساختمان‌های رنتال هستن که اینطوری ان که نمیگن حتما مووینگ دیتتون باید اول هر ماه باشه، ولی وگرنه خیلی از پراپرتی ها هستن که خب اجازه میدن شما یه روز زودتر سیوم، یا مگه اینکه میگم که خیلی خیلی کم پیش میاد که این دوتا اون پر باشه یه ذره خیلی. پس مورد قانونی نداره، همون بیشتر بحث توافق میشه. بیشتر بحث توافقه، ولی منم اگه باشم همین توصیه میکنم که دوستان برای خودشون یه نصف ماه بافر بذارن، هزینه ای نمیشه ولی به درد سرش، و حتی اگه قرار آخر ماه موف کنی شما نصف ماه زودتر ملک دوم گرفته باشی خورد خورد شروع کنه موف کردن، باعث میشه که به چنین درد سرهای روز آخر نرسی، چون خیلی چیزای غیر پیشبینی شده روز آخر پیش میاد. بسیار عالی. من یه سوال دیگه دارم اونو بعدا میپرسم. آقای بررسی شما بفهم. سلام و درود بر شما، خسته نباشین. من راستش بخواین دو تا سوالشم ولی شاید سه تا بشه، از الان معذرت خواهی میکنم. سوال اولی که داشتم اینه که آیا اون قرارداد اولیه کنسل میتونه بشه توی مثلا مدت زمان زیر 12 ماه؟ این سوال اول منه. سوال دوم من اینه که آیا اون قرارداد اولیه میتونه به جای 12 ماه مثلا 6 ماه باشه یا یه مثلا رقم دیگه؟ سوال سومم اینه که اگر که مثلا از یک طرف چی میگن؟ کلمه‌شو دقیقاً نمی‌دونم چی میشه، از یه طرف معامله مثلا یا صابخونه یا اجاره نشین، از یک کدوم از این اطراف کنسل بشه اون معامله، آیا جریمه‌ای باید پرداخت بشه؟ مبلغ اون جریمه چقدره؟ آیا همچین چیزی اصلا وجود داره؟ ممنون میشم اگر سوالات من جواب بدین. سوال اول من فکر کنم توی یکی از اسلایدها خدمتتون گفتم، اگر که تو موردی که بخواد زودتر از 12 ماه شما قرارداد کنسل بکنی، حالا باز بستگی داره سمت مستاجر باشین یا سمت صاحب خونه باشین. سمت مستاجر باشین که بعضی موقع میبینین با صاحب خونه تون صحبت میکنین و اونا قبول میکنن، و اگر نه قبول نکردن به شما آپشن اینو باید بدن که شما اونو اساین بکنین و میذارین توی حالا تو کی جی جی خونه رو دوباره اجاره میدین و بعد اون قرارداد شما اساین میشه، که اینجوریه که قرارداد زودتر از 12 ماه کنسل میشه. و خب این اگه سمت مستاجر. سمت صاحب خونه اگر بخواد این کار انجام بده،
که خیلی سخت داره تحت یه شرایط خیلی خاصه که اون فکر کنم اسلاید آخر بود که من توضیح دادم که به فرض اگر کارهای ایلیگال انجام بدن اون مستاجر توی خونه، اگر که پول اجاره رو به موقع ندن، اینا مواردی هستش که حالا یه لیستی هستش که اینا مواردیه که میتونن شکایت بکنن و حکم تخلیه رو صاحبخونه بگیره. سوال دومتون اگر یه بار دیگه مطرح کنید. من فکر کنم سوال یکیشون منظورشون این بود که قرارداد به جای یک ساله 6 ماهه نوشته بشه. اصلا نوشته بشه درسته، بله میتونه، این حالت توافقیه، دقیقاً توافق. اوکی پس ببخشید، پس قرارداد اولیه لزوما نباید 1 ساله یا 12 ماهه باشه، میتونه 8 ماهه باشه یا میتونه ارقام دیگه باشه. بله درسته، ممنون از شما. خواهش می‌کنم. سوال دومتون رو ببخشید، این سوال دوم بود. سوال سوم این بودش که مثلا اگر که 6 ماه قرارداد بستن ولی ببخشید حالا 6 ماه مقدار بیشترش خواهم می‌کنم، 12 ماه قرارداد بستن اما مثلا مستاجر به یه دلایلی مجبور میشه که سر 6 ماه پاشه بره یه جای دیگه، شما مثلا راه حل سابلت رو دادین ولی حالا اومدیم و نتونست سابلت کنه، آیا جریمه اونجا وجود داره برای مستاجر که بده یا نه این خونه گردن مستاجر هستش تا وقتی که بتونه یه سابلت پیدا کنه یا تا وقتی که قرارداد تمام بشه؟ بفهم این مورد آقای شاهرودی بتونن کمک میکنن چون که این برمیگرده به شکایت کردن و ببینید از نظر قرارداد اصلا کلن قانون قرارداد همینه، لیز هم باشه قرارداد، لیز ماشین هم همینه، شما وقتی یه قراردادی امضا میکنید تا ترمینیشن دیتش تا اندش ابلیگیتد هستید، بنابراین شما مستاجر یا قصدتون اینه که مثلا بعد از 10 ماه بلنشین، بعد از 6 ماه بلنشین، هرچی شما ابلیگیتد هستید که تا آخر قراردادتون رو پولشو بدید، حالا یا پولشو میدید یا ملک رو خالی میذارید خودتون میرید کماکان رنتشو میدید، یا یه جا اول میدید یا سابلت میکنید به یک کس دیگه واسه اون پریود زمانی، یا کل قرارداد رو اساین میکنید به یه نفر دیگه. ولی نه، پنالتیش همینه، پنالتیش اینه که تا آخر ترمینیشن دیت شما بایستی اجارتون رو بدید یا یه کسی بعد اجارت شما رو بده به مالک. این قاعدش برمی‌گردد. این جواب سوال من بود، خیلی ممنون از شما. سروش جان شما هم سوالتون رو بفرمایید. آقای معماریان کاوه جان قبل از من یه دست بلند بوده، میخوای ایشون رو سوالش رو بپرسن؟ باش، من ندیدم، ببخشید ترتیب به چه صورتیه. خب دوست عزیز آقای موزین شما بفرم. سلام، خیلی ممنون از برنامه، خیلی برنامه مفیدیه. دو تا سوال داشتم. سوال اول اینه که مالک توی اون قراردادی که حالا یه ساله میخواد باشه میتونه یه سری بندایی بذاره، مثلا ساعت 11 مثلا 11 شب صدا نباشه، شما مثلا مهمون نمیتونید بیارید، مثلا میخواد بیسمنت رو اجاره بده، این قوانین رو بذاره تو قرارداد، آیا میتونه اینو بذاره؟ و یه سری و یه مفادی هم بذاره که مخالف مثلا اونجایی بود که تو اسلاید اول خانم سعیده صحبت میکردن راجع به اون حقوق اولیه، مثلا اونا رو نقص کنه تو اون قرارداد. بعد کسایی هم که خب تازه اومدن نمیدونن دیگه، مثلا بگه که مثلا دما به جای 20 درجه من 19 و نیم میذارم. میخواستم ببینم که اینو میتونه مالک انجام بده، یه سری چیزای اصلی باشه، حقوق اصلی باشه که نقض میکنه، یه سری هم خودش بیاد بگه مثلا صدا نباید بیاد از 11 بشه، مثلا مهمون نباید بیارید. این سال اولمه. سال دوم اینه که وقتی مالک میخواد ادورتایز کنه تو کیجیجی، آیا میتونه اینو اسپسیفیک کنه بگه من فقط به استودنت میخوام اجاره بدم؟ یعنی میتونه این شرط دیگه، اینا مثلا دیسکریمینیشن حساب میشه؟ ممنونم. خواهش میکنم. سوال اولتون قرارداد فسخه و اینکه اگر که اون موارد بیاد وارد قرارداد بشه، حالا یه موقع دقیقاً صاحبخونه و مستاجر با هم توافق میکنن و بعد اون قرارداد تا پایان قراردادم میره و شاید هم چند سالم تمدید بشه، ولی اگر از نظر قانونی این قرارداد فسخه و نمیتونین شما موارد که از نظر تننس برخلاف تننسی اکت بخواین اضافه بکنین، همونجوری که گفتم مثل اینکه پت داشتن، شما حیوان خانگی
از نظر تنسی اکت برخلاف قانون نیست. شما نمیتونه صاحبخونه بیاد به شما بگه نداشته باشین و به خاطر همین نمیتونه توی اون قرارداد بنویسه این عنوان بکنه. اگر بنویسه اون قرارداد ویده و بار قانونی جورایی نداره. و سوال بعدیتونم که فرمودین که که اگر که ببخشید میشه یه بار دیگه بفرمایید من خودم حالا اولا یه بخش این بود که مثلا بیاد بگه ساعت 11 شب نباید صدا باشه، مهمون مثلا نباید بیاد، نمیتونن اینا. البته خب 11 به بعد که این یه قانون خوده، شما کلا 12 به بعد نمیتونین توی جایی آپارتمان و اینا سر صدا بکنین. اینا موردایی که اگه برخلاف قانون کلی اون کاندو یا آپارتمان نباشه نمیتونی، ولی مثلا اگر که دارین با خود صاحبخونه توی خونه زندگی میکنین توی این حالت خب مسلمه که تو طول هفته 9-10 به بعد سر صدا باشه توی خونه. ولی اینکه بخوان خب چیزایی برخلاف قانون بذارن، نه همچین چیزی نمیتونه باشه. بعد سوال دوم این بود که موقع تبلیغ تو پی جی جی اسپسیفیک باشه، بگم استودنت، بگم مثلا پت نداشته باشه. حالا نمیتونن بگن، یعنی قانونن اینه که نمیتونن بگن. بعد و خب خیلی هم این کارو میکنن و میگن، مشکلی هم پیش نمیاد براشون، ولی از نظر قانونی نمیان فورس بکنن و توی اون ادورتایزینگ تبلیغشون بنویسن که نو مینویسن پت فرندلی، یا ولی اجازه ندارن بنویسن نو، ولی مینویسن. این کارو خیلی میکنن که مثلا پت فرندلی نیستش، ولی اون موردایی هم که مینویسن پت فرندلی نیست به فرض، حالا موردیه که مثلا کاندو اجازه نمیده، آپارتمان و اون قانون اون کاندومینیومه که مثلا پت نباید داشته باشن، به خاطر همین من فکر میکنم اجازه ندارنم حتی توی چیز بنویسن مگر اینکه قانون کاندو باشه. من این حرف شما رو چلنج میکنم خانم شعبانی، به خاطر اینکه مالک این حق رو داره. چرا نمیتونه این وقتی میخواد اجاره بده بگه من میخوام به استودنت بدم، همون جوری که خیلی ها میگن من فقط به خانوم میخوام اجاره بدم، چون خودم مثلا اونجا هم زندگی نداره. استودنت و خانوم و اینا اشکال نداره، میتونن تبلیغاتشون رو توی اونا بنویسن، ولی مواردی که برخلاف تننسی اکت نمیتونن. آها خب پس من بنویسن. چون سوال آقای زین این بود که آها چون ایشون به کلمه دیسکریمینیشن اشاره کردن و چون این رکورد میشه، من می‌خواستم اینو کلیر بگم، دیسکریمینیشن حساب نمیشه اگر شما بگید من دلم می‌خواد به خانم اجاره بدم. بله. چون این صحبت ما رکورد میشه، من می‌خواستم این کلمه دیسکریمینیشن رو اینجا بگم. من این موردو شنیدم برای حالا تبلیغاتی که برای کاریابی و اینا هست، خب نمیتونن عنوان کنن خانم می‌خوان یا آقا، ولی برای اجاره میتونن عنوان کنن. بله، و بعد هم نکته‌ای که خانم شعبانی گفتن کاملا درسته، برخلاف اکت اگر شما چیزی رو مطرح بکنید، مثلا همین دما، چون ممکنه که مستاجر آگاهی نداشته باشه بنا به هر دلیلی و وارد یک قراری با شما بشه که بر علیه خودش داره استفاده میشه، بعدا میتونه این کانترکت رو چالش بکنه، چون اکت بالاتر وای میسته از نظر ساختار و حقوقی توی کانترکت ما. من یه سوال کوچیکی هم داشتم، زیاد وقت نمیگیرم. اگر من قرارداد رو امضا کنم که گفته باشه که شما مثلا مهمون نمیارید، ولی من امضا میکنم، خب بعد من مهمون میارم تو بیسمنت، اینجا آیا من اون قرارداد رو مثلا نقض کردم یا باید بیام بگم که این اصلا قانون نباید بوده که من امضا کردم؟ چه جوریه؟ یعنی موقعی که امضا ولی کرده باشم، منظورم اینه. خب من فکر کنم اون یه حالتی میشه که شما توافق کردیم که این کار رو انجام بدیم و برخلاف توافقتون بوده، ولی تا اونجایی که میدونم شاید شما بتونین وسط قراردادتونه به مشکل بر بخورین، قراردادتون رو کنسل کنین. اینو دقیق نمیدونم واقعیت، شاید یه بحثیه که باید یه مقدار تو دیتیلش و جزئیاتش بیشتر رفت. حالا اگه آقای شاهرودی شما میتونید ببینید، همونطور که گفتم اکت ارجعیت داره، سوپریر اینجا. اگر شما چیزی رو امضا بکنید، اگر بد فیت باشه، یعنی شما میدونستی که این چیزی که داری امضا میکنی بار حقوقی شما رو اپلیکیشن وسط ایجاد نمیکنه، چون که برخلاف اکته، ولی برای اینکه مالک رو فریب بدی اینو امضا کردی و میگی بعدا میزنم زیرش، این بد فیت بعدا برات مسئولیت ایجاد میکنه. ولی اگه بد فیس نباشه و شما نمیدونستی اون موقع، مثلا تازه از ایران اومدی، خیلی قوانین آشنا نیست، من مثلا دیدم که مثلا مالک میاد میگه آقا برفروبی با
توی مستاجری که بیسمنت رو اجاره کرد. خب اینا تو قرارداد هم می‌نویسه. ولی تکنیکلی اینجوریه که اگر برفروبی با مستاجر باشه باید برای اون بهش پرداخت بشه. ولی اینو نمیگه و مستاجر هم نمیدونه. و میاد این برفا رو پارو میکنه خیلی خوشحال. خب ولی بعدن اگه مطلع بشه اکت بالاتر وای میسته. این بعد خسارت‌ها رو بره بگیره. نمیتونه بگه آقا امضا کرده بودی خواستی بدی. چون اونجا یه بد فیسی از طرف اون طرف اتفاق افتاده که مالک بوده و این قرارداد گوشه جلوی مستاجر. بنابراین اکت بالاتر وای میسته. ولی اگر کسی بدونه که این اکت بوده و برای اینکه اون ملک رو به دست بیاره یه قراردادی امضا کرده با این نیت که بزنم زیرش بعدن چون اکت منو ساپورت میکنه، این به درد سر میتونه بندازش اگر طرفتون کیسش رو خوب پرزنت کنه. ممنون. خب سروش جان شما بفرمایید، بعد من یه سوال از قسمت چت هم میخونم. ممنون کاوه جان. سلام عرض میکنم خدمت جان شاهرودی و خانم شبانی، ممنون بابت توضیحاتتون. سوال من اینه که اگه یه مستاجر بخواد مثلا قبل از اتمام دورش در یه خونه دو خوابه هستش با یک فرد دیگه بخواد سابلت بده، این سابلت رو فقط باید به اطلاع لندلورد برسونه یا حتما باید مثلا یه اجازه نامه کتبی از طرف شخص دیگه رومیت هم وجود داشته باشه؟ شما بفهمید. من فکر میکنم باید حتما اجازه از اون رومیت دومم باید داشته باشه، بستگی به اون قرارداد اولیه‌شون داره. یه موقع میبینیم قرارداد به اسم اون شخص اصلیه، البته اینو مطمئن نیستم، قرارداد مثلا به نام شماست و شما یه رومیتی رو گرفتین و حالا میخواین یه اتاق دیگر رو اجاره بدین و یه جورایی شما انگار دارین اون دو نفر رو هندل میکنین، تو این شرایط شاید نه، شاید، ولی من فکر میکنم منطقیش اینه که شما وقتی دارین با دو نفر دیگه زندگی میکنین بعد اون نفر دوم هم بعد بدونن که چه کسی قراره بیاد، برای این که اجازه کتبی داشته باشین رو نمیدونن. در مورد این که قرارداد به اسم چه کسیه، به اسم دو نفر ثبت شده و اینکه مثلا بنا به دلیل رومیت مثلا شرایطی رو بگه که منطقی نباشه در مورد کسی که قرار سابلت بیاد، مثل نشنالتیش یا مثلا زن و مرد بودنش، اینجور چیزها، خواستم ببینم چه حقی رو داره و یا نه. من فکر میکنم داره. حالا شما منم با شما هم نظرم. بله شما نمیتونید راحتی و آرامش روممیت رو با اینکه قرارداد و یک نفر دیگه ای توش وارد میکنید یا خودتون قرارداد میارید بیرون در واقع آسیب برسونید. البته بایستی اون حرف طرف مقابل هم حرف منطقی باشه طبیعتاً، یعنی بایستی که ادله‌ای بتونه ارائه بده و واقعا حرفش محکمه پسند بشه. این که من مثلا از طرف خوشم نمیاد دلیل منطقی نیستش، ولی مثلا کانفتبیلیتی نسبت به اینکه یه خانوم هستش، حالا یه آقا شما میخواید سابلت اجاره بدید، اون میتونه پذیرفته باشه. به هر حال نمیتونید شما با ورود به یه قرارداد دیگه یا با خروج از یه قرارداد دیگه برای پارتی های دیگه که توی قرارداد هنوز میخوان بمونن مزاحمت ایجاد کنید. قانون کلیش به این صورته. تشکر میکنم. من آن دو تا سوال یکی هست. خب من این سوال مطرح میکنم. یکی از دوستان پرسیدن راجع به داشتن سگ که مستاجر دروغ گفته باشه که پت داره، بعد صاحبخونه متوجه بشه که پت دارن، کاری میشه کرد؟ همیشه هم شما راجع به پت صحبت کردین، شما اینو جواب بدید. قانونن نمیتونن، نه یعنی صاحب خونه نمیتونه چون برخلاف تننسی اکت صاحب خونه نمیتونه. خب ولی اون ارتباط خوبه بین صاحب خونه و مستاجر طبیعتاً از بین میره که یه حالت اینجوری، به خاطر همین خب اون فرمی که فرم میکنن، اپلیکیشن فرمی که هستن، ولی خب چجوری بتونن ثابت بکنن که اون پتو بعد از اینکه اومدن، حتی یه روز بعد از اینکه اجاره کردن اون خونه رو خریدن،
یا یک روز بعدش اداپت کردن. یعنی یه چیزی هستش که فکر میکنم نتونن ثابتش بکنن مگر اینکه حالا جایی یه چیزی اویدنسی یه چیزی داشته باشن که نشون بده که اطلاعات غلط توی اون اپلیکیشن، چون توی اپلیکیشن مینویسه که پت دارن یا ندارن، که اگر اونجا بنویسن ندارن و بعدن حالا داشته باشن اوکیه، چون میتونن پتو بگیرن حالا به هر دلیلی و نمیتونه صاحبخونه بگه نه، ولی اینکه بتونن ثابت بکنن که تو اون دوران دروغ گفتن، خب باید یه سری فکر کنم شواهد داشته باشن که نشون بده. حالا من اینجوری فکر میکنم. بسیار. یه سوال دیگه هم هستش که میگن اگر مستاجر در پارکینگ و در گاراژ که به صورت اتوماتیک بالا پایین میره اینو خراب کرده باشه که به صورتی که باید تعویض بشه، دسته پنجره هم شکسته باشه، هزینه‌اش رو چه کسی باید بده؟ یه بار دیگه دوتا رو مثال بزن، یکی در گاراژ، در گاراژ و حالا یکی از دسته های پنجره ها. من میپرسید مالک چیزای مینتیننسه، چیزای مینتیننس به نظر من با مالک هستش، به خاطر اینکه چیزایی هستش که در گذر زمان آسیب میبینه، مگر اینکه چیزی باشه به دلیل رفتار غلط، مثل مثال شیشه‌ای که خانم شعبانی زدم، شیشه قرار نیست با رفتار با گذر زمان بشکنه، ولی توش توپ شوت کنی میشکنه، واسه همین طبیعتاً اون قابل قبول نیست. ولی اینکه مثلا ماشین ظرفشویی مستهلک شده و حالا آب میده، این مینتیننسه. حالا این میشه هم بحث مهندس قانونی ما که بررسی بشه مینتیننسه یا رفتار غلط و حادثه است. این دوتا بحثه. اگه مینتیننس باشه بالاخره در گاراژ خراب میشه بعد یه مدتی، طبیعیه، و من مستاجر رو چیز نمیبینم. البته طبیعتا قضاوت نهایی با برده. خب آقای فلاح شما اگر لطف کنید میکروفونتون رو باز کنید. سلام، خسته نباشید. دو تا سوال داشتم خدمتتون. یکی از آقای شکوری، ببخشید من چون دیر رسیدم، این ویدیو ظاهرا داره ضبط میشه، بعدن کجا میتونیم ببینیم اینو؟ شما یه نیم ساعت یه ساعتی دیر اومدم. سوال دومم این که اگه یه ساختمونی که اومدیم یه سری مشکلات تکنیکی داشته باشه، حالا ما که تازه اومدیم، ولی مثلا اگه تو زمستون سرد باشه، از در و پنجرش باد زیاد بیاد، یا مثلا ما سوسک دیدیم به مدیر ساختمون گفتیم ترتیب اثری نداد و این موضوع آزاردهنده باشه، میتونیم قبل از اتمام قرارداد ما مثلا خونه رو واگذار کنیم یا نه باید تا آخرش بشینیم؟ ممنون میشم جواب. سرد بودن هوا خب یه مقدار، بخصوص اول که آدم تازه میاد تو کانادا، اینجا خب دما باید مینیمم روی 20 درجه باشه. یعنی اگر که زیر 20 درجه بود شما میتونین ازشون بخواین که کار بکنن. در و پنجره ها هم که خب باز هم فکر کنم آقای شاهرودی توی آخر صحبتشون فرمودن که اول باید شما باشون صحبت بکنی تلفنی یا با ایمیل، و بعدا اگر انجام ندادن یه نوتیس بهشون بدین، و بعدش فکر کنم آقای شاهرودی از این به بعدش رو شاید بهتر بتونن توضیح بدن. یه مقدار بحث قانونیش پیش میاد که چجوری بتونین از زیر قرارداد خارج بشین و اونا رو بتونین توجیه بکنین، ولی خب تمام اینا باید بر اساس وظیفه صاحب خونه است که مینتین بکنه. مثل سوسکی که گفتین حتما باید بهش رسیدگی بشه، چیزی نیستش که بخوان شما رو ایگنور بکنن و ندیده بگیره. بله و چند بار ایمیل زدیم، خیلی حالا یه مدیر ساختمونی داره اینجا، خیلی دیر یا اصلا فراموش میکنه یا ترتیب اثر نمیده. خواستم ببینیم واقعا راهکار چیه، یا مثلا ما باید به اداره بهداشت مثلا زنگ بزنیم اگر این مورد زیاد دیده بشه، یا نه این بیشتر باعث جنگ و دعوا میشه، با هم خودش میتونیم کارو به نتیجه ببریم، یا نه مثلا چون اینجا شرکتی هست به یه مقام بالاتر باید ایمیل بزنیم، چه کار بکنیم که سریعتر به جواب برسه؟ والا شما میتونید با همون پراپرتی منیجر تماس بگیرید، اگه خب رسیدگی نکرد یا جواب داد، شما میتونید با خود کورپوریشن تماس بگیرید، و بالاخره این پراپرتی منیجر خودش کارمند یک کورپوریشنه،
با کورپوریشن تماس بگیر، ازشون بخواین که پراپرتی منیجر این بیلدینگ خاص چیز بکنن، موضوع رسیدگی در واقع چیز بکنن، به اطلاعش برسون، از اون طریق بهش فشار بیان که کار شما پیش بره و در نهایت امر هم به بورد میتونید به موضوعتون ببرید. میتونید اگر دیدید که توی بازه زمانی خوبی به کار شما رسیدگی نشد، مشکل هنوز برقراره، مثلا همین آلودگی هایی که گفتیم، مثلا مثل سوس مثلا تو خونه، یا دمای خونه از استانداردی که خانم گفتن کمتره و رسیدگی نمیشه، بله شما میتونید به بورد خیلی راحت تماس بگیرید، مثلا مطرح کنید و اونا رسیدگی میکنن. آفنسیو هم باشه که طبیعتاً به اینفورسمنت میتونید رسیدگی بکنید، ازشون بخواید که انجام بدن. ولی همون جوری که اولش هم گفتم، ترجیحاً با نگوشییت کردن، صحبت کردن، حلش بکنید بهتره تا وارد این روند بشین و کلی وقت و هزینه بکنید. بله خیلی ممنون. مرسی. آقای بهزاد شما هم بفرمایید سوالت. ببخشید من به جای با آیدی شوهرم اومدم. خیلی خیلی تشکر میکنم ازتون، واقعا خیلی عالیه اطلاعاتتون، خیلی ممنون. یه سوال داشتم، ببخشید که وقتتونم میگیرم. یه ساختمون نوساز رو من اجاره دادم به کسی، روزی که میخواستن بیان ببینن خیلی اصرار کردیم برای پت نمیخوایم که داشته باشه، و این خانم اصرار کرد نه من پت ندارم، فقط خودم و دخترم هستیم. بعد الان که 28 ماه اجاره ماه آخر رو نداده، پت هم داره و به جز خودش و دخترش یک کسی دیگه ای اونجا زندگی میکنه. میخوام ببینم از این سه تا مورد، با هر حرف زدن هم اصلا گوش نمیکنه، هی میگه پول ندارم، فردا میدم، پس فردا میدم، از این سه تا مورد کدومش بهتره که آدم بخواد اینو مثلا جدی بگیره؟ یکی این که پول ماه آخر رو نده، یکی این که پتو میدونست تو قرار دادم نوشته ولی یه سگ خیلی گنده داره، یکی هم این که یه کسی دیگه رو آورده داره زندگی میکنه تو اون خونه. بله اصلا خودش و دخترش تو قرار داد بودن ولی نفر سوم اونجا زندگی میکنه. من این توصیه میکنم که شما با بورد تماس بگیرید، چون یه مقداری که کیستون پیچیده هستش، به نظرم با بورد تماس بگیرید. اگر به کسی سابلت دادن با شما هماهنگ نکردن، تایید شما رو نداشتن، خب اون خودش یه مسئله هستش. قضیه پرداخت نکردن اجاره هم که خب مسئله خیلی بزرگیه، ولی شما نوتیساتون رو کامل نگه دارید، بهتون حق و از این موارد باشون تماس بگیرید، نوتیس بهشون بدین، نگه دارید، بازه زمانی که به نوتیس شما رسیدگی نمیشه رو رکورد کنید، ولی با بورد مطرح کنید و یه لیگال ادوایس بگیرید. خب مرسی. خانم فرزانه شما هم بفرمایید. سلام، امیدوارم سوالم تکراری نباشه. در مورد قراردادایی که ماه به ماه بعد از دیو دیت قرارداد اصلی پیش میرن هستش. صابخونه من الان میگه سپتامبر دانشگاه باز میشه، باید مبلغ جدید بدی و 30% بیشتر از مبلغی که الان من میدم. نمیدونم میتونه منو اویکت کنه اگه ریفیوز کنم یا نه. نه نمیتونن هم مجبورتون کنن که 30% بدید و نمیتونن هم به دلیل اینکه 30% اضافه نمی کنید به قرارداد بتونن، مگر اینکه بگن که میخوان جامپ خودتون توی اون خونه زندگی بکنن یا از اقوام به من بندازید. نه ساختمون استودنت رنتال نزدیک 40 تا یونیته که 20 تا یونیتش الان اصلا به خاطر اینکه دانشگاه تعطیله به خاطر کووید کسی نیست توش، خالیه. و زمانی که من که اومدم اکتبر بوده و خب خیلی دیمندی نبوده، میگه اون موقع من ریلیف داشتم الان ندارم. درسته، من فکر میکنم که شاید آقای شارودین رو بهتر از من بدونم، ولی من فکر میکنم نمیتونن به شما این قضیه رو اجبار بکنن به هیچ دلیل. درسته، من با شما موافقم. نه نمیتونم. خب یعنی اگه نامه و اینا بده، چون یه دو سه ماهی هست هی شروع میکنه، هی اسمس میده، هی اسمس میده. من بهش گفتم باشه همون موقع میایم با هم صحبت میکنیم، ولی من هیچی نگفتم که میدم نمیدم، گفتم اون موقع با صحبت میکنم. پس لگال نیستش که بخواد، واقعا میخواد $150 یهو بکشه روی کرای خونه و میشه 30% مبلغی که الان من میدم. نه همونطور که خانم شعبانی گفتن، اصلا امسال اجاره ها
فریز شده و در صورتی که شما وارد قرارداد جدید نمیشید همه چی مثل قبل، افزایش اجاره معنای حقوقی نداره. یعنی من تا آخر 2021 میتونم با همین $500 که الان میدم پیش برم باهاش؟ تا آخر 2021 بعدم. اوکی مرسی، ممنونم. ولی شما بازم اگر یه وقتی مورد مزاحمت قرار گرفتید میتونید با بورد صحبت بکنید و اگر حتما یه لیگال ادوایس هم بهتون میگم. ممنونم، تشکر. بسیار عالی. دوستان اگر سوال دیگه ای دارین میتونین از اون گزینه ریس هند استفاده کنین یا تو قسمت چت بنویسین و مطرح کنم. اگر پس فعلا سوال نیست، من یک سوالی از این لیستی که به من داده بودن باقی مونده بگم. در رابطه با همین اسامی روی قرارداد هست، حالا ممکنه این جلسه جاش نباشه که جواب داده بشه، ولی من مطرح میکنم اگر که بتونین راهنمایی کنین خوبه. گفتن که همون بحث اکیوپنت و تننت هستش که اسامی که روی قرارداد میاد معمولا مثلا سه نفر از بچه‌ها میان با هم یه خونه میگیرن، با صاحبخونه توافق میکنن مثلا نفری $500 بدن برای اجاره $1,500. وقتی یکی از این افراد میره، اون دوتای دیگه آیا ملزم هستن اون $500 رو جبران کنن یا این به عهده صاحبخونه است که کسی رو بیاره؟ اون کسی که رفته یهو رفته، یعنی نرفته اصلا دنبال بحث سابلت و این موارد، اصلا ترک کرده رفته. من فکر میکنم باید موظفن که مستاجرها اون $500 رو جبران کنن یا یه نفر جدید رو پیدا بکنن، چون وقتی که قرارداد امضا میکنن، حالا اون کسایی که توی اون خونه دارن زندگی میکنن میتونن بچه باشن، میتونن پدر مادر باشن، به هر دلیلی بیان و برن یا هر اتفاق بیفته. و من فکر کنم اون کسایی که امضا کردن، حالا چه 3 نفر باشن چه 5 نفر، این نظر منه، و فکر کنم باید روی قرارداد بمونن و موظفن که حد بدن تا اون آخر ترم. حالا باز آقای شاهرودی با نظرشون چیه؟ منم با شما هم نظرم، هر کسی که قرارداد رو امضا کرده به عنوان تننت بایستی که اجاره رو سر ماه به لندلورد بده. حالا اگه اکیوپنت مثلا 5 نفر هستن، نمیدونم 2 نفر از ایران اومدن یه مدت هستن یا نیستن، اکیوپای میکنن یا نمیکنن ربطی نداره، قرارداده که اینجا حرف میزنه و اونی که تو قرارداد امضا کرده به عنوان تننت مسئوله که اجاره رو بده. بسیار ممنون. خانم آنیتا شما هم بفرمایید سوالتون. سلام، البته من و خانمم با هم شرکت کردیم با اکانتشون. خیلی ممنون از صحبتاتون. مثالی که آقای شاهرودی زدن راجع به برف فرو کردن، گفتن اگه مستاجر تو زیرزمین باشه و برفا رو بخواد پارو کنه، ولی این به عهده مالک. فکر کنم منظورش اینه که مالک و مستاجر با هم توی خونه باشن، بعد توی ساختمون باشن، مستاجر زیر زمین باشه، بعد برفا رو کردن به عهده مالک، یا جور دیگه ای بود مثالی که شما زدین؟ ببینید، بعضی امور مینتننس و نگهداری اینا با مالک هستش، و اگر این امور رو منتقل بکنه به مستاجر هیچ اشکالی نداره، ولی بایستی به واسطه اون بهش دستمزد بده. مثلا چه مثالی هم واسه شما بزنم؟ آها، مثلا لوله میترکه، اصلا من تو اون خونه نیستم، لوله میترکه، خودش هم شد به خاطر رفتار غلط مستاجر این اتفاق نیفتاده، بلکه به خاطر مصرف ترکیده. خب این مسئولش با کیه؟ با مالکه، که آقا مثلا لوله ترکیده، ماشین ظرفشویی کار نمیکنه، آقای مالک بیا درست کن. حالا مالک بنا به هر دلیلی نمیتونه بیا، یا شما اصلا خودتون یه مستاجر دست به آچار فنی هستی، میگه که خب مثلا مریم خانم خود شما میتونی درست کنی، میگی آره من خودم درست کنم، برای اون امر به شما بایستی دستمزد بده. حالا میتونی شما توافقی نگیری، خب، ولی تکنیکلی چون وظیفه خودشو داره به شما در واقع میده، شما برای اون امر باید دستمزد بگیرید. برف و چمن هم همین داستان رو پیدا میکنن، تکنیکلی اینا مینتننس حساب میشن و وظیفه مالک. خب حتی اگه ما تو اون خونه زندگی نکنیم، خونه کامل در اختیار مستاجر باشه، توی قرار دادم اولی سک کرده باشیم، بازم وظیفه مالکه؟ شما که همکان تو اون خونه زندگی نمی کنی، ولی اگر لوله به ترکه وظیفه کیه؟
خب لوله بله، ولی خب مثلا درایوی رو که برفای درایوی رو پارو کنن یا جمع کردن برکا، اونا هم به عهده مالکه؟ از من اگر میپرسید بله، ولی میشه یه ادوایس حقوقی از بورد بگیرید، چون اگر برف پارو نشه طرف نمیتونه استفاده بکنه، مثل اینکه دری قفل بشه باید این لولاش خرابه و طرف نمیتونه از اون پراپرتی دیگه استفاده بکنه. شما میتونید بگید آقا این در رو تو هر روز تو داری باز و بسته میکنی، ولی اگر لولاش خراب باشه و نتونه دیگه بره توی ملک شما، عملا از قرارداد شما نمیتونه استفاده بکنه. اون موقع اون درست کردن لولای در با شماست، علی رغم اینکه اون هر روز داره مصرف میکنه و اون ثابت لولای در رو. خب ممنون. خب مرسی دوستان دیگه. من قسمت چت هم ببینم. نه سوالی تو قسمت چت نداریم، دوستی هم دست بلند نکرده. اگر که سوال دیگه ای نیست، ما میتونیم دیگه تشکر کنیم از خانم شعبانی و آقای شاهرودی برای این جلسه بسیار خوب و مفید. و من با اجازه اسلایدارم از شما میگیرم، در اختیار دوستان قرار میدم، اطلاعات تماس شما هم روی اسلایده هست و دوستان میتونن باهاتون در تماس باشن و فکر کنم سوالای فالو آپ، سوالای ادامه‌شو ازتون بپرسن. بازم از شما ممنون، مرسی از دوستانی که تا این لحظه هم با ما بودین و امیدوارم که جلسه براتون مفید بوده باشه. من لینک قسمتی که روی وبسایتمون اسلاید ها و ویدیوها رو میذارم تو قسمت چت گذاشتم، دوستان میتونن فردا یا پس فردا به اونجا مراجعه کنن، ویدیوها آپلود میشه. ممنون از تشکر میکنم از شما و دوباره یه بار دیگه تاکید میکنم که تمام نظراتی که ما اینجا داریم نظرات شخصی من و خانم شعبانیه. دوستان در صورتی که کیسی دارن و درگیر شدن، حتما از بورد یا از انفورسمنت یونیت لیگال ادوایس بگیرن که رایگان هم هستش معمولا، و یا با اکت چک بکنن. تمام چیزهایی که ما اینجا گفتیم بر اساس تجربه خودمون بودش و به عنوان کلینیک حقوقی اینجا شمرده نمیشه و ادوایس هاش هم بایندینگ نیست. بسیار عالی. خیلی هم توضیح خوب. ممنون از لطفتون. مرسی ازتون و مرسی از همگی که تا الان با ما بودن. امیدوارم که هم مفید واقع بود. اگرم سوالی بود من در خدمتتون هستم. مرسی از شما. بعد از ظهر خیلی خوبی. عصر دیگه خیلی خوبی داشته باشین دوستان. به امید دیدار. مرسی. ممنون از همگی دوستان.